درود بر شما پارسی زبانان سراسر دنیا. به ساند کافه خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و بعد از فعال کردن علامت زنگوله لایک و کامنت یادتون نره. فردین محمد علی فردین 15 بهمن 1309 18 فروردین ماه 1379 هنرپیشه، کارگردان سینما و کشتیگیر ایرانی بود. او با دعوت اسماعیل کوشان و نقش‌آفرینی در فیلم چشمه آب حیات وارد دنیای بازیگری شد و اولین حضور حرفه‌ای خود را در سینما آغاز کرد. وی قبل از عرصه سینما در ورزش کشتی فعالیت داشت و در قهرمانی جهان 1954 به مدال نقره دست یافت. از بازی‌های بیادماندنی فردین میتوان به سلطان قلب‌ها، کوچه مردها، گنج قارون، راز درخت سنجد، ساحل انتظار، بابا شمل، میادگاه خشم، ناجورها، ایوب، برزخی‌ها، جهنم به اضافه من، جبار، سرجوخه فراری، غزل، جوانمرد و چند فیلم دیگر اشاره کرد. فردین از محبوبیت ویژه‌ای در بین دیگر هنرمندان ایرانی در میان توده کثیر مردم ایران برخوردار بود. فردین از معدود بازیگرانی است که میتوان به او لقب سوپر استار داد. وی در میان طرفداران و اهالی سینما به سلطان قلب‌ها مشهور است. در جشنواره فیلم سپاس برای بازی در این فیلم بهترین بازیگر مرد سال 1348 او لوح سپاس و دستگاهی ساخت بولکس کادو گرفت و محمد علی فردین کادوهای ارزشمند خود را برای کارهای خیر در اختیار نیازمندان قرار می‌داد و شخصیتی دوچندان محبوب بین مردم داشت. وی در بعد از انقلاب به همراه سعید راد و ناصر ملک مطیعی در فیلم برزخی ها به کارگردانی ایرج قادری بازی کرد که سال 61 روی پرده رفت. این فیلم آخرین حضور فردین در عرصه سینمای ایران بود و پس از آن اجازه کار به او داده نشد. محمد علی فردین فرزند علی متولد 15 بهمن ماه 1309 در تهران و از خانواده ای هنردوست در محلی بین خیابان شهباز سابق و خیابان ری به اسم ادیب الممالک کوچه صحت به دنیا آمد. پدرش علی کارمند اداری تسلیحات و از بازیگران تئاتر در کنار تقیه ظهوری کارهای ژان باتیس پوکلن را اجرا می کرد. محمد علی دو برادر به نامهای عباس و ایرج و یک خواهر داشت. او فرزند ارشد خانواده بود. دوران ابتدایی را در دبستان ترقی در خیابان شهباز و دوره متوسطه را در دبیرستان آذر در خیابان شاه آباد گذراند و موفق به اخذ دیپلم گردید. در سن 18 سالگی به سربازی رفت و 2 سال در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی خدمت کرد. فردین در سن 19 سالگی با مهری خمارلو ازدواج کرد. همسرش از آشنایی و ازدواج با فردین چنین میگوید: فردین دوست برادرم بود. با هم ورزش میکردند و موجب آشنایی مختصر من و فردین شد. پیشنهاد ازدواج از طریق برادرم مطرح شد. او بسیار سر به زیر و محجوب بود. او با 19 سال سن و من هم 17 ساله در همان سال ازدواج کردیم. فردین تا پایان عمر به همسرش وفادار ماند و حاصل این ازدواج 4 فرزند به نامهای سعید، سیاوش، عاطفه و آمنه بود. فردین در سن 5 سالگی علی‌رغم مخالفت‌های پدر به شکل حرفه‌ای به ورزش‌هایی چون فوتبال، ژیمناستیک، شنا و هالتر پرداخت و با تغییر پی در پی رشته‌های ورزشی سرانجام از دنیای کشتی سر درآورد. او به باشگاه نیرو و راستی رفت و زیر نظر کیومرث ابوالملوکی به فراگیری فنون کشتی پرداخت. او در مورد فردین می‌گوید بسیار باهوش بود. فنون کشتی را به راحتی یاد می‌گرفت و راحت تر از آن اجرا می کرد. بیش از آن که از زور بازو و قدرت خود استفاده کند، از هوش و ذکاوت خود بهره می برد. بعدها
فردین به باشگاه تهران رفت. در اینجا بود که با غلامرضا تختی آشنا شد. او در این باشگاه زیر نظر حبیب الله بلور به صورت حرفه‌ای کشتی را دنبال کرد. وی اولین بار در مسابقات قهرمانی کشور در رشته آزاد در سال 1332 در اصفهان در وزن ششم مدال برنز گرفت و در سال 1333 در انتخابی تیم ملی در وزن 73 کیلو برگزیده شد و راهی تیم ملی گردید. در دومین دوره مسابقات جهانی در سال 1954 میلادی در توکیو به همراه محمود ملا قاسمی، محمد مهدی یعقوبی، ناصر گیوچی، توفیق جهانبخت، عباس زندی، غلامرضا تختی و احمد وفادار اعضای تیم ملی را تشکیل دادند و در نهایت در این مسابقات تیم ایران دو مدال طلا در وزنهای 67 و 79 کیلوگرم توسط توفیق جهانبخت و عباس زندی به دست آمد، اما در وزن 73 کیلوگرم محمد علی فردین با شکست حریفانی از فیلیپین، سوئد، آرژانتین و ژاپن فینالیست شد. اما در مبارزه پایانی مغلوب حریف گرجی از شوروی سابق شد و با مدال نقره به کار خود پایان داد. همچنین در سال 1336 در قهرمانی کشور در تهران در یک وزن پایین تر در وزن پنجم با شکست همه مدعیانش عنوان قهرمانی را به دست آورد. فردین برای اینکه ثابت کند در رشته فرنگی نیز تبحر دارد در مسابقات قهرمانی کشور در سال 37 در تهران در وزن ششم بعد از اینکه همه حریفان خود را تا فینال شکست داد در مبارزه نهایی در فینالی تکراری از صد محمد بهادری گذشت و با کسب عنوان قهرمانی در صدر وزن ششمی ها قرار گرفت. فردین به دلیل آسیب دیدگی و پاره ای از نامهربانی ها مجبور شد با دنیای کشتی خداحافظی کند. فردین از معدود قهرمانانی است که هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی عنوان قهرمانی ایران را نصیب خود کرد. ورود فردین به عرصه سینما اتفاقی بوده در زمستان 1338. او 28 سال داشت و زمانی که برای دیدن فیلمی وسترن به سینما رفته بود، به گفته خودش بلیت به او نرسید و گیشه بلیت فروشی بسته شد و او پشت در سینما ماند. در این حین، اسماعیل کوشان که با چهره فردین در عرصه کشتی آشنا بود، جلو آمد و وی را به داخل سینما دعوت کرد. کوشان به او پیشنهاد بازی در فیلم چشمه آب حیات که سیامک یاسمی آن را کارگردانی می‌کرد را داد و فردین پذیرفت و بدین ترتیب فردین به عنوان یکی از هنرپیشه‌های اصلی فیلم اولین نقش حرفه‌ای خود را در سینما بازی کرد. ایرن، بازیگر زن مقابل فردین در فیلم چشمه آب حیات چنین می‌گوید: یک پلان را بارها و بارها تکرار کردم، چون فردین به دلیل کمرویی و خجالت نمی‌توانست آن را بازی کند. از همان آغاز چنگیز جلیلوند به جای او حرف می‌زد و اکثر آواز را ایرج می‌خواند. بازی در فیلم‌های فردا روشن است و فریاد نیمه شب به کارگردانی ساموئل خاچیکیان نقطه عطف کارنامه هنریش محسوب می‌شود. آثاری که توانستند عنوان بهترین و پرفروش‌ترین فیلم سال را از آن خود کنند. فردین با فیلم آقای قرن بیستم به شهرت رسید و در میان سال‌های 41 تا 47 در اوج دوران کاری خود قرار گرفت. در سال 1344 با بازی در فیلم گنج قارون ساخته سیامک یاسمی شهرت خود را صدچندان کرد. دستاندرکاران فیلم گنج قارون گمان می کردن که شانسی برای اکران ندارد. به همین دلیل کارگردان فیلم سیامک یاسمی تمام بلیت های هفته نخست نمایش فیلم گنج قارون را خرید و گنج قارون بر پرده آمد و در هفته اول فروشش اصلاً مناسب نبود. ظاهراً در روزهای اول آنقدر فروشش پایین بود که روز چهارم اکران می‌خواستند آن را از پرده بردارند. سیامک یاسمی با سینماداران صحبت کرد و رضایتشان را برای ادامه اکران فیلم در هفته دوم جلب کرد. شرط سینماداران این بود که اگر فروش فیلم تا پنجشنبه بهتر شد، آن را بر پرده نگه دارند. با افتتاحیه ضعیفی که گنج قارون داشت، حتی خود یاسمی تصور نمی کرد وضعیت ناگهان 180 درجه تغییر کند. ولی نتیجه وارونه شد و با استقبال حیرت انگیز مردم،
از روز پنج شنبه فروش فیلم کمی بهتر شد. جمعه فروش باز بالاتر رفت به طوری که صاحبان فیلم ترغیب شدند نمایش فیلم را ادامه دهند. در هفته دوم فروش فیلم دو برابر شد. کم کم نام گنج قارون بر زبانها افتاد و ناگهان صفهای طولانی گرداگرد سینماهای نمایش دهنده فیلم به وجود آمد. گنج قارون در سینماهای جنوب شهر با بلیت ارزان قیمت اکران شده بود، ولی تقریباً کل افراد جنوب شهر تهران و شهرستان‌ها بارها و بارها به دیدن فیلم رفتند. از این رو گنج قارون به فروشی افسانه‌ای دست یافت. در سال 44 حدود 5.3 میلیون تومان گنج قارون فروش داشت و جمعیتی قریب به 2 میلیون نفر از این فیلم بازدید کردند. گنج قارون یکی از پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران شد. یکی از آثار سابق سینمای قبل از انقلاب فیلم سلطان قلب هاست که به کارگردانی و بازیگری محمد علی فردین تهیه گردید. این فیلم که با اقبال خوبی مواجه شد در واقع اعتراضی به سینمای یک نواخت آن روز بود. فردین در این خصوص می‌گوید: من در چارچوبی قرار گرفته بودم که هیچ نقشی غیر از این را نمی‌توانستم بازی کنم. یعنی سینمایی داشتیم که 4 ویژگی داشت: یکی فردین، یکی کافه، یکی ایرج و یکی هم زد و خورد. قصه ها هم که تقریباً شبیه بود. بعد از گنج قارون این مسئله حادتر شد. در آن سالها برای اینکه از این وضعیت خلاص شوم، جهنم به اضافه من را ساختم که آواز و کافه و غیره نداشت. فقط پس زمینه کویر را داشت و این کار بسیار مشکل بود. فردین پیش از گنج قارون یا تیپ علی بیغم در کاراکترهای مختلف ظاهر شد و تنوع نقش خوبی داشت. جوان عیاش فردا روشن است، فرخ تا امیر، فریاد نیمه شب، تا مکانیک جوان بیوه های خندان، تا خسروی طلای سفید که مهندسی شیمی خوانده بود، ساسان خبرنگار جنایی در گرگ های گرسنه، داشبرام کلاه مخملی در زنها فرشته اند، احمد صیاد در ساحل انتظار، امیر در انسانها، محمود بدقبال در مسیر رودخانه، یارقلی در جهنم زیر پای من، آقای سیاهی در دهکده طلایی، مراد در ترانه های روستایی، تا امیر اسد عشق و انتقام و پس از گنج قارون تا سال 48 هم در فیلم های مردی از تهران، طوفان بر فراز پترا، مردان بکش، خشم کولی و نعره طوفان از تیپ گنج قارونی خارج شد. بعد از ظهور قیصر، علی بلبل کوچه مردها، قمارباز سکه شانس، ایوب، موزیکال بابا شمل، قدم میادگاه خشم، غلام، راز درخت سنجد، فریدون، جهنم به اضافه من، جبار، اسلام در ناجورها، علی تعصب، حجت غزل، سرگرد رامین در برفراز آسمان ها و سید یعقوب برزخی ها شکل گرفت. از فعالیت های فردین می توان به همکاری با مصطفی اسکویی در هنرکده سینما و تئاتر آناهیتا در سال 1337، صاحب استودیوی فروردین فیلم، ساخت 6 مدرسه و 4 مسجد، تأسیس مؤسسه های خیریه و کمک به نیازمندان و غیره اشاره کرد. فردین همچون بسیاری دیگر از هنرمندان سرشناس پس از انقلاب بارها به دادگاه انقلاب فراخوانده شد و برخلاف علاقه شخصیش از فعالیت هنری منع و به اجبار فاصله گرفت که بسیار از این بابت اندوهگین بود. فردین درباره اعتراض به منع از کار شدن او و بسیاری از همکارانش بعد از انقلاب خطاب به نظام در مصاحبه ویدئویی چنین گفت: همیشه این سوال بود که چرا باید بالهای ما قیچی شود؟ کار ما کار هنری است، کار ذوقی است. یک کسی که 28 سال، 30 سال در این قسمت کار هنری و ذوقی کار کرده، یک مرتبه بالهایش را بچینند یا دست و پایش را قطع کنند، آن هم در جمهوری اسلامی، به نظر من انصاف نیست. ماها هر کدام آن تعداد انگشت شماری که در این سینما بودیم
در واقع تاریخ سینما هستیم. هیچ کس نمیتواند اسم ما را پاک کند، چون در قلب یک به یک این مردم اسامی ما نوشته شده و به هر صورت حق داریم که بگوییم در این سینما سهمی داشتیم. و در مراسم سالگرد علی تابش گفته بود: همه مردم هر روز زندگی می کنند تا یک روز بمیرند. ما هر روز می میریم تا یک روز زندگی کنیم. احمد نجفی در مصاحبه از گرفتن اجازه از مراجع قم برای ادامه فعالیت فردین خبر داد. اما محسن مخملباف این اجازه نامه را پاره کرد و اظهار داشت که هرگز اجازه نمی دهد فردی مانند فردین در سینمای ایران کار کند. او بعد از انقلاب برخلاف بسیاری از دوستان هنرمندش از ایران نرفت و سالها در مغازه‌اش در میدان ونک تهران به فروش فرش مشغول بود. محمد علی فردین در سال 77 مصاحبه‌ای با رضا کیانیان انجام داد که پس از درگذشتش در کتاب ناصر و فردین منتشر شد. همچنین در این کتاب با ناصر ملک مطیعی نیز مصاحبه شده است. فردین روز پنج شنبه 18 فروردین ماه 1379 در 69 سالگی بر اثر ایست قلبی در منزل شخصیش از دنیا رفت و صبح روز شنبه از ورزشگاه امجدیه در میان سیل هنرمندان و مردم با جمعیتی انبوه به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران بدرقه و به خاک سپرده شد. وی در قطعه 88 ردیف 159 شماره 10 آرامستان بهشت زهرا دفن شده است. تیتر روزنامه ها پس از درگذشت فردین از زبان بازیگران سینمای ایران به این شکل بود: جمشید مشایخی، دیگر کسی به محبوبیت او نمی رسد. مجید مظفری، نمی توانیم نام فردین را از سینمای ایران جدا کنیم. عزت الله انتظامی، فردین محبوب تر از همیشه. ایرج راد، فردین یک پدیده بود، او مرد عشق بود و وفادار زندگی. آری، بر این مرد خدا میتوان گریست. سپاس از همراهی شما مهربانان. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتونو برای ما کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.